سلام به کانال همگام با ورزش خوش آمدید. تلویزیون رسمی باشگاه رئال مادرید در واکنش به نحوه ثبت قرارداد دادن اولمو در سامانه لالیگا اعلام کرد که باشگاه کاتالونی یک باشگاه متخلف است و برای ثبت قرارداد اولمو از روش‌های درست استفاده نکرده است. گزارش‌های زیاد مبنی بر انتقال زیدان به عربستان منتشر شده و گفته می‌شود که رونالدو این اسطوره فرانسوی را برای جایگزینی کاسترو پیشنهاد کرده است. فدریکو کیزا مهاجم یوونتوس انتقال به لیورپول را تایید کرد و راهی انگلیس شد. مارک برنال مدافع جوان بارسلونا پس از پارگی ربات صلیبی باید تحت عمل جراحی قرار گیرد. ژابی خودش هم نمیتواند دلیل مشخص برای معجزه های دقیق آخری با لورکوزن پیدا کند و همه چیز را به ذهنیت تیمش مربوط دانست. لالیگا مدارک اولیه بارسا در مورد تمدید قرارداد با نایکی را تایید نکرده و مشکل فرپلی مالی پابرجاست. رئیس باشگاه لیورپول جلسه با رئال مادرید را تایید کرد ولی گفت برای فروش فرانکو ماستانتونو عجله‌ای ندارند. ستاره جدید آبی اناری ها دنی اولمو بسیار خوشحال است که توانست در نخستین بازیش با پیراهن این تیم گلزنی کند. قبل از اینکه بریم به ادامه گزارش، کانال را سابسکرایب کنید، ویدیو را لایک کنید، با دوستانتان شریک سازید و همچنین کامنت های مقبول خود را زیر همین ویدیو بگذارید. کریستیانو رونالدو ستاره بزرگ فوتبال زیدان را به عنوان جانشین ایدئال لوئیس کاسترو برای هدایت تیم النصر معرفی کردند، چرا که آینده کاسترو در این باشگاه در حال حاضر نامشخص است. انتظار می رفت النصر که فصل گذشته عنوان قهرمانی لیگ حرفه‌ای عربستان را با اختلاف 14 امتیاز به الهلال واگذار کرد در فصل جدید با تغییرات عمده‌ای به رقابت برگردد و تلاش کند تا سلطه الهلال را به چالش بکشد. با این حال این تیم در آغاز فصل 2024-2025 با شکست 4-1 در فینال سوپرجام عربستان از الهلال مواجه شد و این امر باعث نارضایتی مدیران باشگاه از عملکرد کاسترو شده است. بر اساس گزارش نشریه مارکا و به نقل از نشریه گل، النصر به دنبال برآورده کردن انتظارات بالای خود برای رقابت در تمامی تورنمنت‌ها و کسب قهرمانی است و از این رو کریستیانو رونالدو که نقش مهمی در ساختار ورزشی باشگاه دارد، زیندن زیدان، اسطوره فرانسوی و سرمربی پیشین رئال مادرید را به عنوان گزینه مناسب برای هدایت تیم پیشنهاد کرده است. رونالدو امیدوار است که زیدان به عنوان سرمربی به النصر بیاید و با او در عربستان سعودی همکاری کند. این اولین بار نیست که نام زیدان با انتقال به عربستان سعودی مطرح می شود. سال گذشته پس از جدایی نونو اسپریتو سانتو از الاتحاد تلاش هایی برای جذب زیدان صورت گرفت، اما این انتقال هرگز به نتیجه نرسید. یافتن جایگزین مناسب برای مارک برنال به اولویت فلیک و تیم مدیریت ورزشی بارسا تبدیل شده است. بارسا باید تصمیم بگیرد بازیکن بخرد یا روی جوان دیگر از لاماسیا حساب کند. هانسی فلیک بعد از برتری برابر رایو بهتر از هر کس میدانست از دست دادن برنال چه اتفاق تلخی بود. این یک پیروزی غم انگیز به دلیل مصونیت مارک برنال است. فوتبال مانند زندگی گاهی اوقات بسیار ناعادلانه است. هاوک کاتالان فصل را رویایی شروع کرد و به سرعت وارد ترکیب ثابت بارسا شد. او در طور پیش فصل و بازی دوستانه برابر سیتی پپ گواردیولا را هم شفته خود کرده بود و به سرعت لقب بوسکتس جدید را به او داده بودند، اما درست در روزهایی که بارسا خوشحال از کشف یک استعداد بزرگ دیگر بود، برنال برابر رایو صلیبی داد. طبق ایدوهای اسپورت، بارسا در شرایطی که با مشکل فرپلی مالی روبرو است و در صورتی که نتواند این مشکل را امروز و فردا حل کند، روی مارک کاسادو یا پایو پریم دو استعداد دیگر لاماسیا به عنوان جانشین برنال حساب خواهد کرد. کاسادو در بازی اول لالیگا برابر والنسیا بازی را کنار برنال در ترکیب اصلی شروع کرده بود. مارک کاسادو که بازی فوق‌العاده‌ای در مسایا داشت، یک هافبک دفاعی تخصصی است، اما پایو پری مرجساله هافبک خلاق و بازی‌ساز است و سبک بازی او کم متفاوت است. او اکنون در عضویت تیم دوم بارسلونا است. کازو یوشی میورا، اسطوره 57 ساله فوتبال ژاپن ملقب به کینگ کازو، به عنوان محسن‌ترین فوتبالیست حرفه‌ای جهان همچنان به کار خود ادامه می‌دهد. این مهاجم سابق تیم ملی ژاپن که در طول بیش از 3 دهه در تیم‌های مختلف و لیگ‌های ژاپن، برزیل، ایتالیا و پرتغال بازی کرده، اکنون در تیم اتلتیکو سوزوکا در لیگ دسته چهارم ژاپن مشغول است. میورا که الهام بخش شخصیت ماندگار معروف اولیوی آتون بوده، با عشق بی‌پایان به فوتبال می‌گوید: 3 سال دیگر 60 ساله می‌شوم. دوست دارم تا جایی که می‌توانم بازی کنم. اعتراف می‌کنم دوست دارم تا 80 سالگی در مسابقات فوتبال شرکت کنم. کازو نه تنها به دلیل مهارت‌های فوتبالش، بلکه به دلیل تعهد و پشتکار بی‌پایانش در فوتبال به یک نماد فرهنگی تبدیل شده است. او الهام بخش بسیاری از بازیکنان جوان است که می‌خواهند به بلند پروازی‌ها و آرزوهایشان برسند. مورد لیورکوزن در فوتبال اروپا عجیب و مثال زدنی است. در یک سال اخیر این تیم بیش از 19 بار موفق شده در دقایق پایانی بازی باخته را برگرداند و زمین را با تساوی یا برد ترک کند. در همین شروع فصل دو بار شاهد این اتفاق بوده ایم. یک بار در سوپرجام آلمان و سپس در هفته اول بوندسلیگا. ژابی آلونسو که در نشست خبری جام حذفی فوتبال آلمان شرکت کرده بود، درباره این قابلیت بزرگ تیمش گفت: معجزه های لیورکوزن
توضیح دادن آن برایم دشوار است. ما برای این تمرین نمی کنیم که در دقایق پایانی برنده شویم و کار نمی توان در مورد آن انجام داد. این چیز مربوط به ذهنیت تیم است. ما ذهنیت بسیار قوی داریم. ژابی ادامه داد: شما می توانید اسمش را معجزه یا هر چیز دیگر بگذارید، ولی ما سعی می کنیم تا آخرین لحظه همه توانمون را ارائه دهیم. ما این را در فصل گذشته یاد گرفتیم و اکنون بخش از وجود و ذات بازی ما محسوب می شود. ما هرگز تسلیم نمی شویم و تا سوت پایان به جبران اعتقاد داریم. طبق ادعای الچرینگیتو، لالیگا مدارک اولیه‌ای که باشگاه بارسا درباره تمدید قرارداد با نوکی ارسال کرده بود را برای دادن مجوز قانونی 1-1 کافی ندانست و اعلام کرد که بارسا باید مدارک محکمتر و بیشتر ارسال کند. با این ترتیب کار بارسا برای خرید نیروی تقویتی جدید با مشکل مواجه خواهد شد. این منبع گزارش داده است که شاید تا عصر جمعه لالیگا مجوز لازم را ندهد و مشکل فرپلی پابرجا بماند. بارسا تا جمعه شب برای خرید بازیکن وقت دارد و میخواهند زودتر تمدید با نایکی را رسما اعلام کند. 90 میلیون یورو برای هر سال به علاوه 115 میلیون یورو پاداش قرارداد که برای بارسا کاملا حیاتی است. بارسا در زمین خوب نتیجه میگیرد، ولی هانسی فلیک معتقد است برای یک رقابت طولانی نیاز به نیروهای جدید و با کیفیت دارد. بدون شک یکی از مشکلات و معضل اصلی بارسا و در پنجره نقل و انتقالات تابستان امسال ثبت قرارداد دنیولمو در سامانه لالیگا بود. آنها با جدایی ایلکای گندوغان، کلمن لنگلی و ویتور روکی موافقت کردند تا قرارداد اولمو ثبت شود، اما این معامله نیز برای ثبت کردن نام اولمو در بین بازیکنان بارسا کافی نبود. به همین خاطر مدیران باشگاه از فرصت به دست آمدن نهایت استفاده را بردند و نام اولمو را به جای آندریاس کریستنسن مصدوم وارد لیست کردند. حالا چند باشگاه اسپانیایی نسبت به این اتفاقات واکنش نشان دادند. مدیران اتلتیک بیلبائو به لالیگا هشدار دادند که باید روی اموری که در باشگاه بارسا انجام می‌شود نظارت صورت بگیرد، چرا که اعتقاد دارند سران بلوگرانا برای رسیدن به اهداف خود تقلب می‌کنند. تلویزیون رسمی رئال مادرید نیز نسبت به ثبت قرارداد اولمو و تاثیرگذاریش در بازی اول خود واکنش نشان داد. در این تلویزیون که به صورت رسمی به باشگاه رئال مادرید تعلق دارد گفته شد: ما باید در دریای ناپاک به دنبال شفافیت بگردیم. روز گذشته بارسلونا با وسیله تاثیرگذاری بازیکن به پیروزی رسید که به خاطر مصدومیت بحث‌برانگیز یک بازیکن دیگر نامش ثبت شد. این موضوعات کاملا مشکوک هستند و ما با آنها عادت کرده ایم. حالا باید دید واکنش لالیگا نسبت به این اعتراضات چگونه خواهد بود. دنی اولمو در همان بازی نخست حضورش در بارسا شایستگی خود را نشان داد. بارسلونا در هفته سوم لالیگا به مصاف رای واکنش رفت و توانست با نتیجه 2-1 به پیروزی برسد و 3 امتیاز ارزشمند را به دست آورد. این بازی تا 8 دقیقه پایانی با تساوی 1-1 دنبال می‌شد که دنی اولمو بازیکن تعویضی آبیناری‌ها توانست روی پاس لامین یامال گل پیروزی را به ثمر برساند و نشان دهد که چه خرید ارزشمند برای تیمش بوده است. به نوشته مارکا اولمو بعد از بازی گفت: زمانی که به بارسا قرارداد بستم بی‌صبرانه منتظر نخستین بازی خود با پیراهن این تیم بودم. چه آغاز باشکوهی برای من بود. سالها بود که بارسلونا در این ورزشگاه به پیروزی نرسیده بود و بسیار خوشحالم که این طلسم شکسته شد و توانستیم 3 امتیاز را به دست آوریم. احساس کردم که در شرایط بسیار خوب هستم. مدت‌ها بود که منتظر این لحظه بودم و خوشبختانه آن را تجربه کردم. واقعاً خوشحالم که توانستم به تیم کمک کنم. اولمو در پایان گفت: در این بازی پشت سر لیواندوفسکی بازی کردم، اما توانایی بازی کردن در هر دو طرف زمین را دارم. هر کجا بازی کنم نهایت تلاشم را به کار میگیرم تا به تیم کمک کنم. در نهایت سرمربی تیم تصمیم میگیرد و من نهایت تلاشم را برای کمک کردن به تیم به کار میگیرم. یامال به خوبی من را پیدا کرد و یک گل زیبا به ثمر رسید. بارسلونا با برده که در این بازی به دست آورد 9 امتیازی شد تا در صدر جدول رده‌بندی لالیگا قرار گیرد. بارسا فصل را خوب شروع کرده، در حالی که هم مصدومان زیاد دارد و هم نتوانسته جز دنی اولمو خرید بزرگ دیگر انجام دهد. بخش مهم از این موفقیت را باید به پای هانسی فلیک نوشت. مربی آلمانی با ایده های روشن و با استفاده درست از استعدادهای لاماسا تا اینجای فصل 3 برد متوالی برای بارسا کسب کرده و این تیم را صدرنشین لالیگا کرده است. 3 برد مشابه 2-1 برابر والنسیا، بیلبائو برای واکنش که در دوتای از این بازی ها گل اول را دریافت کرد و سپس جواب داد. بارسا از سال 2017 و با هدایت ارنستو والورده نتوانسته بود دو بازی اول بیرون خانه خود را برنده شود. والنسیا و رایو در فصل جاری و در خانه خود قربانی بارسای فلیک شدند. همچنین بارسا با فلیک برای نهمین بار در 25 سال اخیر توانست هر 3 بازی ابتدای فصل را برنده شود. ریکورد برای تاتو مارتینو است که در فصل 2013-2014 8 بازی ابتدای فصل را پیروز شد. فلیک میتواند به این ریکورد برسد. سپاسگزارم از همراهیتان. در پناه خداوند بزرگ باشید.